خط مهمترین ها. ادامه واکنش ها به انفجارهای پسین در کابل. یونما و سازمان همکاری های اسلامی از امارت اسلامی خواسته تا امنیت شهروندان افغانستان را تامین کنند. در طول مساجد و تکیه خانو حسینی و لپارمونگا امنیتی کسان مجاهدین توظیف کردیم. رهاسازی آب بند کمال خان به سمت ایران. نماینده ویژه ایران ادعا کرده است که امارت اسلامی آب بند کمال خان را به سمت ایران رها کرده است. این آبیاری خلاف اخلاق امانتداری برای دولت امارت اسلامی و خلاف معاهده برای دولت ایران است. تأکید بر تعامل امارت اسلامی با جهان. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، تعامل امارت اسلامی با جهان را در چارچوب اسلام یک ضرورت می داند. دنیا سره دی تعامل یا ضرورت ده، پخپل اسلامی و ملی چوکار که دینه نه. و این که نشست شورای امنیت در مورد تنش اسرائیل و فلسطین. شورای امنیت سازمان ملل فردا یک نشست اضطراری را در مورد تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین برگزار می‌کند. سلام و عصرتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 5:30 با من موسی محمدی از یک خوش آمدید. در ادامه واکنش ها به انفجارهای پیهم در دو روز گذشته، یونما و سازمان همکاری های اسلامی از وضعیت کنونی افغانستان نگرانی کرده و از امارت اسلامی خواسته تا جلو این گونه رویدادها را بگیرند. همزمان با این، شماری از عالمان دین هم از حکومت کنونی می‌خواهند تا تدابیر امنیتی در روزهای عاشورا را بیشتر کنند. با این حال، نیروهای امارت اسلامی از تدابیر امنیتی در روزهای عاشورا اطمینان می‌دهند. نوید صمدی با جزئیات بیشتر در این مورد. در دو روز گذشته غرب کابل گواهی دو انفجار ماین جاسوسی شده بود. در این انفجارها دست کم 50 تن کشته و زخمی شدند. دفتر معاونیت سازمان ملل در کابل و سازمان همکاری های اسلامی پس از دو روز در پیوند به جان باختن غیر نظامیان در غرب کابل واکنش نشان دادند. مقامات حاکم باید از وقوع چنین حملات جلوگیری نموده و درباره آن تحقیقات کامل و شفاف را آغاز کنند. گروه های حراس افغان در صدد برهم کردن وضعیت هستند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه هم انفجار دیروز در پل سوخته کابل را نکوهش کردند. همزمان با این، عالمان اهل تشیع از نیروهای امارت اسلامی انتظار دارند تا برای تأمین امنیت روز عاشورا تلاش بیشتر به خرج دهند. تمام قدرت و توان امنیت را تأمین کنند تا بتوانند عزاداران امام حسین در کنار نیروهای امارت اسلامی و در سایه تأمین امنیت امارت اسلامی مراسم را در فضای آرامش و امنیت کامل و سالم برگزار کنند. دیان ایج از این ترس و وایمه از داعش و از خراب مخربکارا و اینا ندارند و در تمام عاشورا، در تمام محرم سهم میگیرند، نمیترسند. از سوی هم نیروهای موظف امنیتی میگویند که از آغاز روزهای محرم تا اکنون تلاش کردند تا امنیت عزاداران را تامین کنند. دی عاشورا دی روز اول نه تر تروس پورې موږ امنیتی تدابیر نیولې دي. د ټولو مساجد او تکیه خانو حسینی لپاره موږ امنیتی کسان مجاهدین توظیف کړی دي. هغوی چې دی ټولو جیو د امنیت لپاره ان شاء الله په کلاکه باندې ولاړ دي. او د دې نیستم د عاشورا تر اخره پورې تر څو د مراسم ختمیږي مونږ د عملګری مجاهدین به دوی د امنیت لپاره ولاړ وي. این در حال است که قرار است فردا از روز عاشورا در سراسر جهان گرامی داشت صورت گیرد. اینجا یکی از تکیه خانه ها در حوزه ششم غرب کابل است و نیروهای امنیتی هم اطمینان دادند که عزاداران حسینی می توانند برای فردا به خیال راحت به مراسمشان بپردازند. نوید صمدی، تلویزیون یک، غرب کابل.
نماینده ویژه ایران برای افغانستان با نشر نوار تصویری در صفحه توییترش ادعا کرده که آب بند کمال خان به سمت ایران رها شده است. حسن کاظمی در این توییت نگاشته که رایزنی ها جهت تداوم و تثبیت جریان پایدار آب همچنان ادامه خواهد داشت. اما امارت اسلامی با تایید رها شدن آب بند کمال خان میگوید این آب در داخل افغانستان با گردش در آمده است. در این مورد ایمل سیار گزارش می‌دهد. فرستاده ویژه ایران برای افغانستان با نشر نوار تصویری در برگه توییترش ادعا کرده که سیستان و بلوچستان ایران میزبان آب‌های بند کمالخان افغانستان است. حسن کاظمی قمی در توییت نگاشته که رایزنی‌ها برای تداوم و تثبیت جریان پایدار آب همچنان ادامه خواهد داشت. با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی، امروز شنبه 15 اسفند 1401 آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاهنیمه های سیستان شد. رایزنی ها جهت تداوم و تثبیت جریان پایدار آب ادامه خواهد داشت. این آبیاری خلاف اخلاق امانتداری برای دولت امارت اسلامی و خلاف معاهده برای دولت ایران است. اما امارت اسلامی با تایید رها شدن آب بند کمال خان میگوید این آب در داخل افغانستان به گردش در آمده است. خاطری که بعضی اوقات قسمی که یک دفعه قبل هم خاطری که مردم محل خواسته بودن که آب برشان رها شود، ولی هنوز هم موضوع دقیق نیست. ما در صدد معلومات هستیم. بر بنیاد گزارش ها پیش از این ایران تلاش های زیادی برای دریافت حقابه خود از هلمند افغانستان انجام داده بود، اما حکومت سرپرست افغانستان گفته بود که در سال روان آب دریای هلمند از مقدار قید شده در قرارداد کمتر است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله تعامل با جهان را در چارچوب اسلام یک ضرورت دانسته است. آقای حقانی در سفرش به ولایت هلمند از شهروندان کشور خواسته تا برای آبادی کشور دست به کار شوند و منتظر دیگران نباشند. آقای حقانی بار دیگر از مسئولان امارت اسلامی خواسته تا به شهروندان کشور برخورد خوب داشته باشند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. تعامل با جهان یک ضرورت برای امارت اسلامی. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اخیراً به ولایت هلمند سفر کرده است. او در سفرش به هلمند در دیدار با مسئولان محلی این ولایت گفته که این کشور را باید شهروندان افغانستان آباد کنند و چشم براه دیگران نمانند. این مقام ارشد امنیتی کشور اما می‌افزاید تعامل با جهان یک ضرورت است، اما در چهارچوب شریعت اسلامی. سرپرست وزارت داخله بار دیگر تاکید می کند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به کشورهای جهان نیست. دنیا سره د تعامل یو ضرورت ده، په خپل اسلامي او ملي چوکاټ کې دی نه. په دې کې امارت اسلامي خپل ژمنتیا کولی دو. داسې ژمنتیا یې کولی دو چې موږ د خپل اسلامي اصول او نړیوالو اصولو مطابق موږ خاوره د چا لپاره تهدید نه ګرځي او خطر نه ګرځي. بیا که څوک تشویش کې موږ نه لري، موږ د دې حالات کې حکومت هم نوی راغلی دی چې موږ دا حاکمیت په دې ملک باندې ولولي. موږ خپل سرحدات محفوظ کوي، موږ خپل حریم محفوظ کوي، یو څه وخت موږ نه غواړي. سراج الدین حقانی همچنان از مسئولان محلی هلمند خواسته تا مسئولیت‌هایشان را در برابر شهروندان به گونه صادقانه انجام دهند. حقانی وعده هر گونه همکاری به مردم و مسئولان ولایت هلمند کرده و گفته که حالا فرصت آن رسیده تا برای خودبسندگی و دریافت بدیل‌های مناسب در بخش زراعت و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت گام‌های در این ولایت برداشته شود. بیاجی این تاسو تا یو قوم یو ملت و مجموع کل افغانستان خوب این تاسو قربانی چکومی دی در دیر بیساری دی بیره اخیراً سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به جنوب کشور سفر کرده و تا اکنون از ولایت‌های قندهار و هلمند دیدن کرده است. شهروندان ولایت هلمند هم سفر این مقام ارشد امنیتی را به این ولایت ارزشمند می‌دانند. کشور ناروی کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان را نشان از روابط امارات اسلامی با شبکه القاعده خوانده و گفته که از حکومت کنونی افغانستان ناامید شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ناروی
تایید کرده که امارات اسلامی در افغانستان مسیر نادرست را در پیش گرفته است. امارات اسلامی اما پیوسته گفته که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و جهان نخواهد شد. اسدالله حکیمی با جزئیات بیشتر. انتقاد نروژ از عملکرد امارات اسلامی. یک هفته پیش ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی آمریکا در کابل کشته شد. حالا وزارت خارجه نروژ کشته شدن الظواهری را در کابل نشانه از روابط امارات اسلامی و القاعده خوانده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه نروژ در گفتگو با یک رسانه این کشور گفته که عملکرد امارات اسلامی آنان را ناامید کرده است. این واقعیت که ایمن الظواهری در کابل بود نشانه آن است که با وجود وعده های طالبان مبنی بر اینکه افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان جهانی مبدل نمی شود، هنوز تماس میان طالبان و القاعده وجود دارد. این مقام وزارت خارجه نروژ همچنان از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و ویژه محدودیت ها بر زنان انتقاد کرده و گفته که امارات اسلامی مسیر نادرست را طی می کند. اکنون تحولات در افغانستان به ویژه وقت پای حقوق بشر به میان می آید، مسیر اشتباهی را طی می کند. حقوق بانوان و دختران یک مثال است. محدودیت ها از مکتب تا لباس پوشیدن، اگرچه ما تعجب نمی کنیم، اما از طالبان ناامید شده ایم. امارات اسلامی اما پیوسته تاکید کرده که خواستار روابط نیک با تمام کشورهاست و از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نخواهد بود. امارات اسلامی موقف و پالیسیش ای است که از خاک افغانستان به کسی آسیب و تهدید متوجه نیست. ما خوانی عزیزیم که قضاوت های کورکورانه صورت نگیره و چیزی که واقعیت است و موقف امارات اسلامی است بر مبنای زنمو برداشت ها باید صورت بگیره. نروژ نخستین کشور اروپایی بود که از یک هیئت امارات اسلامی میزبانی کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه رهبری این هیئت را داشت و در اسلو پایتخت نروژ با شماری از مقام‌های غربی و همچنان با فعالان مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کشورهای غربی چیزی که امریکا میگه قبول دارند که الظواهری در کابل کشته شده و برای از اینا بسیار مشکل میشه که ارتباطات با حکومت طالبان ادامه بدن در صورتی که طالبان یه قبول نکنن که موضوع همی بوده. کشورهایی که دقل در اگر میخواستن که افغانستان به رسمیت بشناسن بعد از این افغانستان یا طالبان به رسمیت نمیشناسن. بنابراین هدف امریکا برگشت دوباره به افغانستان و تطبیق کلی معاهده دوها خصوصا بعد سوم آن، یعنی تغییر در نظام طالبان مصور است. جهان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده که از جمله مبارزه با هراس افغانی، رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان از مهمترین این پیش‌شرط‌ها است. موردی که امارت اسلامی می‌گوید این شرط‌ها را تکمیل کرده است. و این که در ولایت بغلان پلیس بغلان 5 تن را در پیوند به انتقال بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی در بغلان میگویند که 3 تن آنان در پیوند به انتقال مواد مخدر نوع چرس و تریاک و 2 تن دیگر را در پیوند به فروش تابلت که و شیشه بازداشت کرده است. آنان به افرادی که به کشت، خرید و فروش مواد مخدر دست دارند هشدار میدهند که از این کار دست بردارند و در غیر آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس بغلان. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان میگوید که 5 تن را در پیوند به انتقال بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند. 2 تن دیگر از این افراد متهم در پیوند به فروش مواد مخدر نوع شیشه و تابلت کا در شهر پلخمری بازداشت شده است. این بار بده من در موادونه نیسو دغه مواد به سالنگ شمالی که نیول سوی دی چلی دی سالت خبر سی و پینزه کسان دی دیار یو جرم جدا جدا دا یو سر چرس دی پینزویش کلو شپگ بیش کلو چه آقای ننگرار تا اوڑل دی سالانه او دی بل سر تاریاک دی پینزه دیرس کلو آقای اوڑل قندار تا دی سالانه بار کردیو نو دی مگه خو الحمدلله دا آقای اقدام دی چه مازف چک پاینونه دی او غوتم وزیپا سپارلی دا او درګرد دې کوشش کو بس انداس کسان نیسی او د قانون منګولو ته سپاري.
عبدالقدیر زاهد، آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت بغلان، با کسانی که به کشت، کار و خرید فروش مواد مخدر دست دارند هشدار می‌دهد که از این کار دست بردارند، در غیر آن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بغلان اطمینان می‌دهیم که هر نوع قاچاق و نقل و تجارتی مواد مخدر و چرس که از طرف مقام شورای یا مقام رهبری بند است دیگه جلوگیری میشه و اطمینان میتیم که دیگه دوباره در این مسیرها تاو بالا شدن و سرازیر شدنشان انشالله کشف و ضبط و تحتی پیگرد قانونی قرار میگیره و به هیچ کس اجازه نیست که این مواد نقل شوه، فروخته شوه، تجارت شوه. پلیس بغلان میگوید که در چند ماه گذشته ده‌ها تن را در پیوند به انتقال صدها کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کردند و مواد مخدری که در این مدت از سوی آنان کشف و ضبط شده به زودی سوختانده و نابود می شود. و این که در جهان همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطین قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در این مورد یک نشست برگزار کنند. از سوی دیگر شرکت ملی تولیدی انرژی اتمی اوکراین اعلام کرده که حملات روز شنبه نیروهای روسی صدمات شدید به نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا وارد کرده است و کاروان دیگری از کشتی‌های حامل غلات و روغن آفتابگردان از بندرهای اوکراین حرکت کرده است. جزئیات بیشتر در این بسته تصویری. همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در این مورد یک نشست برگزار کند. امارات متحده عربی، ایرلند، فرانسه، نروژ و چین خواهان برگزاری این نشست شده بودند و شورای امنیت هم با آن موافقت کرده است. این در حالی است که مقام‌های فلسطینی اعلام کرده که شمار تلفات حمله‌های اسرائیل در نوار غزه به 32 کشته رسیده است. بیش از 200 تن دیگر هم در این حمله‌ها زخمی شدند. یک مقام نظامی اسرائیل هم اعلام کرده که یک فرمانده ارشد نظامی دیگر سازمان جهاد اسلامی هم در این حمله‌ها کشته شده است. حمله‌های اسرائیل علیه غزه با کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه شبه نظامی جهاد اسلامی فلسطین توسط اسرائیل روز جمعه آغاز شد. اسرائیل گفته که این عملیات موسوم به سپیده دم به طور مشخص علیه گروه جهاد اسلامی با منظور جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع بوده و یک هفته ادامه خواهد یافت. اسرائیل گفته است که روز شنبه خالد منصور از رهبران ارشد جهاد اسلامی را در حمله هوایی به خانه در رفح در جنوب غزه کشته است. پیش از این خالد منصور از 5 سوءقصد ارتش اسرائیل جان سالم به در برده بود و تل اویو وی را به برنامه‌ریزی برای انجام عملیات شبه نظامیان در خارج از غزه متهم می‌کرد. حماس بزرگترین گروه شبه نظامی در منطقه که ایدئولوژی مشابه با جهاد اسلامی دارد هنوز وارد این درگیری‌ها نشده است. Operator Energo Atom 3 strikes. شرکت ملی تولید انرژی اتمی اوکراین اعلام کرده که حمله‌های روز شنبه نیروهای روسی صدمه‌های شدید به نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا وارد کرده است. این شرکت اعلام کرده که خط فشار قوی این نیروگاه قطع شده و بدون برق امکان سرد نگه داشتن استخرهای ذخیره 20,000 سوخت هسته‌ای با پمپ‌های سردکننده در این نیروگاه وجود ندارد و در صورت ادامه قطعی برق یک فاجعه هسته‌ای اتفاق خواهد افتاد. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس جهانی انرژی هسته‌ای از لزوم اجازه فوری به بازرسان این آژانس برای دیدار از نیروگاه اتمی زاپوریژیای اوکراین خبر داده و گفته است وضعیت در این نیروگاه هر روز خطرناکتر می شود. نیروهای روسی اوایل 2022 در اولین روزهای تهاجم این نیروگاه در جنوب شرق اوکراین را اشغال کردند. آقای گروسی میگوید کنترل این نیروگاه به طور کامل از دست خارج شده و هم‌اکنون نبردهای سخت در نزدیکی این نیروگاه در جریان است. اوکراین و روسیه همدیگر را به حمله به نیروگاه اتمی زاپوریژیا متهم کردند. آقای گروسی همچنان گفته ارسال قطعات یدکی و تجهیزات لازم برای نیروگاه اتمی یاد شدن نیز کماکان مختل است و اعزام بازرسان آژانس به این نیروگاه بسیار مهم است. نیروهای روسی همچنان نیروگاه چرنوبیل اوکراین را نیز ماهاست که در اشغال خود دارند. با این حال کرملین روز شنبه نیروهای اوکراینی را مسئول حمله به این نیروگاه خوانده و آنها را به تروریسم هسته‌ای متهم کرده است.
و کاروان دیگری از کشتی‌های حامل غلات و روغن آفتابگردان از بندرهای اوکراین حرکت کرده است. 4 کشتی از اودسا و چرنومورسک از طریق کوریدور دریایی امن به سمت ترکیه در حال حرکت هستند و در آنجا به عنوان بخشی از توافق با روسیه و سازمان ملل مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. هدف از این توافق که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل به دست آمد، آزادسازی 20 میلیون تن غلات و سایر مواد غذایی ضروری است که از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین امکان عبور آنها وجود نداشت. قرار است 2 کشتی در ترکیه پهلو بگیرند و 2 کشتی دیگر به چین و ایتالیا بروند. مقام های اوکراینی گفتند که نشانه های واضح از ایمن بودن صادرات غلات به چشم می خورد و از شرکت های کشتیرانی خواسته شده تا به اوکراین بازگردند. روسیه و اوکراین از تامین کننده های اصلی غلات در جهان هستند و جنگ منجر به کمبود مواد غذایی در سراسر جهان شده است. این دومین محموله مواد غذایی است که پس از توافق اوکراین و روسیه بندر اودسا را ترک می کند. و اینکه در دنیای ورزش نخستین دور رقابت های جام حذفی والیبال تخار با قهرمانی تیم والیبال آزادی دشت قلعه به پایان رسید. این رقابت ها با حضور 16 تیم از سراسر این ولایت کمتر از 2 هفته پیش در تالقان راه اندازی شده بود. همچنان تیم ملی رگبی افغانستان در دیدار نهایی رقابت های ملی رقابت های قهرمانی آسیا در برابر تیم ملی سنگاپور با نتیجه 19-5 شکست خورد. شرح بیشتر با میلاد نجیب. پایان نخستین دور رقابت‌های والیبال تخار در تالقان. رقابت‌های والیبال ولایت تخار با قهرمانی تیم والیبال آزادی دشت قلعه به پایان رسید. نخستین دور رقابت‌های جام حذفی تخار با حضور 16 تیم از سراسر این ولایت کمتر از 2 هفته پیش راه اندازی شده بود. در دیدار نهایی این رقابت‌ها 2 تیم والیبال اتحاد نوری و آزادی دشت قلعه با هم به رقابت پرداختند که سرانجام تیم والیبال آزادی دشت قلعه توانست تیم والیبال اتحاد نوری را شکست دهد و عنوان قهرمانی نخستین دور این رقابت‌ها را کسب کند. به صورت حزبی در بین خود رقابت کردند و نتیجه نهایی همین مسابقات و خودتان هم شاهد هستین، یکی از تیم‌های اشتراک کننده ما قهرمان شد. در همین حال ورزشکاران از راه اندازی این رقابت ها ابراز خرسندی کرده و برگزاری این رقابت ها را برای رشد ورزش در این ولایت سودمند می دانند. ما بین 18 تیم بالاخره ما رای فاینالیست شدیم در مقابل تیم اتحاد نوری برنده کپ قهرمانی شدیم. مسئولان برگزار کننده هدف از راه اندازی این رقابت ها را رشد ورزش والیبال و همچنان شناسایی چهره های تازه برای تیم منتخب این ولایت عنوان می کنند. تیم ملی رگبی افغانستان در دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا در برابر تیم ملی سنگاپور با نتیجه 19-5 شکست خورد. این رقابت ها که با حضور 12 تیم به میزبانی اندونزیا چند پیش راه اندازی شده بود، با نایب قهرمانی تیم ملی رگبی کشور به پایان رسید. ملی پوشان رگبی کشور در مرحله گروهی این رقابت ها با شکست دادن تیم های رگبی اردن و هند در 1/4 نهایی اندونزیا و در مرحله نیمه نهایی با غلبه بر ایران به دیدار نهایی این رقابت ها صعود کند. به این ترتیب تیم ملی رگبی کشور با 4 پیروزی و تنها 1 شکست مقابل سنگاپور در این رقابت ها توانست نایب قهرمانی این پیکارها را کسب کند. تیم ملی فوتبال زیر 19 سال کشور در دومین دیدار از رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا در برابر 19 سالان تاجیکستان تن به شکست داد. در دومین روز این رقابت‌ها 2 تیم فوتبال 19 سالان تاجیکستان و افغانستان با هم به رقابت پرداختند که سرانجام این دیدار با نتیجه 4-1 به سود تیم ملی 19 سالان تاجیکستان به فرجام رسید. این رقابت‌ها با حضور 5 کشور و با میزبانی تاجیکستان راه اندازی شده است. حالا هم نرخ اسعار و آب و هوا. Thank you.
پایان مجموعه خبری. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.